سلام بر شما. اخبار امروز شنبه 2 آگوست را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه یک صاحبکاری شناخته که حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، شرکت و تجارتش را از دست داد و هم به زندان محکوم شد. الماسبیگ آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان میگوید دین باید حتما از دولت جدا باشد. مفتیان و حاجیان ما باید معاین کنند که چی کار میکنند. میخواهید وارد سیاست شوید؟ ریشتو را تراشید. کودکان زحمتکش در دوشنبه هم پول کار میکنیم و هم پایتخت تاجیکستان را پاکیزه نگه میداریم. ما برای مکتب سر فرما میخریم، در مکتب استفاده میبریم. تفصیل خبرها. دادگاه دوشنبه یک تاجری شناخته را با گناه تلاش برای برانگیختن تفرقه در جامعه به زندان محکوم کرد. ابو بکر عزیز خوجایف را که حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، هفته گذشته و برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی گناهکار دانستند و به 2.5 سال زندان محکوم کردند. در این باره در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 2 آگوست به رادیو زودی خبر دادند و گفتند محاکمه صاحبکار هفته گذشته به پایان رسید. نام ابوبکر عزیز خوجایف بعد از آن سری زبان ها شد که گفت بعضی از افراد نزدیک به حکومت تجارت و شرکتش را به زوری گرفتند. سازمان های حامی حقوق و پارلمان اروپا گفتند مقامات تاجیکستان ابوبکر عزیز خوجایف را برای دیگر اندیشه‌اش به دادگاه کشیدند و حکومت باید او را آزاد کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان امنیت و اقتصاد و همکاری های اقتصادی در منطقه را بررسی میکند. برای شرکت در نشست گروه 5+1 که روز 3 آگوست برگزار میشود، سیراجالدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان به واشنگتن رفت. هدف از تأسیس گروه 5+1 در سال گذشته در شهر سمرقند گسترش دادن همکاری های کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا است. هواپیماهای آمریکایی با درخواست حکومت لیبیا به موضع و کمینگاه‌های گروه به نام دولت اسلامی ضربه زدند. وزارت دفاع آمریکا گفت جنگجویان گروه را روز 1 آگوست در شهر سیرت، یک تکیه‌گاه اصلی دولت اسلامی، هدف گرفتند. فیاض سیراج نخست وزیر لیبیا گفته است که در نتیجه حمله ها دشمنان تلفات زیاد دیدند. نیروهای دولتی لیبیا از آخر ماه گذشته است که با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی در سیرت می جنگند. رئیس جمهوری قرقیزستان گفت اجازه نمیدهد ملاها و دیگر روحانیان به امور دولت مداخله کنند. الماسبیگ آتامبایف روز 1 آگوست به خبرنگاران گفت دخالت دین به سیاست خطرناک است و میتواند برای قرقیزستان پیامدهای بد داشته باشد. بیانی های بحث برانگیز بعضی از ملاها در قرقیزستان سبب شده است الماسبیگ آتامبایف آنها را با لحن تند تنقید کند. خیرمان بقازاده گزارش میدهد. الماسبیگ آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که دین باید از دولت جدا باشد و نباید گذاشت که مذهب به امور دولت مداخله کند. این حرف ها را رهبری قرقیزستان روز 1 آگوست در ملاقات با ژورنالیستان در چولپاناتا بیان کرد و گفت کشورهایی که به این چیز راه دادند بی بند و بار شدند. آتامبایف گفت که شنیده است بعضی از روحانیان و رهبران مذهبی به فعالیت های سیاسی پرداخته این یا آن حزب سیاسی را تبلیغ می کنند. و گفت در ملاقات با یکی از رهبران حزب مخالفین قنات سویف، رهبری حزب قرقیزستان، او گفته بود که یکی از سرمایه گذاران حزبش عرق استحصال میکند و دیگرش حاجی است. بیزدن مفتیلر حاجیلر چه چی کرد؟ سیاست قوارم دیسن؟ مفتیان و حاجیان ما باید معین کنند که چی کار میکنند. میخواهید وارد سیاست شوید؟ ریشتو را تراشید. بعضی ها میخواهند سیاست ما را به سیاست ممالک عربی مشابه کنند. این به ما لازم نیست. نباید لباس و انانه های 1500 سال پیش را به ما بار کنید. به ما تهدید نکنید که کی را جنازه میکنید و کی را نه. بیر جارم مینگ جل جسلغان، الگری جسلغان، نیجرلرده تانگولاب، خاندایدر بیر گیمدرده تانگولاب. آتامبایف گفت درد سخت‌ترین جهان امروز تروریسم است و از این خاطر به اعتماد هیچ کس یا دولت حق ندارد با قرقیزستان مذهب، لباس و یا تفکر بیگانه را بار کند. در اظهارات احساساتی خود پرزیدنت آتامبایف هفته پیش گفت از سالهای 1950 هم زنان در قرقیزستان عادت دارند مینی یوبکا بپوشند، ولی هیچ کدامش تا حال تسمه مرگ طلب را نبسته و کسی را نترکانده است و گفت بهترش با مینی یوبکا گردند و کسی را نترکانند.
جامعه شناسان میگویند که در قرقیزستان مثل دیگر کشورهای همسایه عقیده های اسلامی را به گسترش آورده است و یکی از نشانه های آن سر و لباس مذهبی بعضی زنان است. توجه برخی از زنان به پوشیدن حجاب و روسری در جامعه سنتا مدرن قرقیزستان که خود را میراثبری فرهنگی منس و شمنیزم یا روحپرستی معرفی میکند، سنتگراها را در تشویش گذاشته است. اخیرا در خیابان‌های شهر بیشکک تابلوهای تبلیغاتی زیدی مذهبی پیدا شد که زن‌های محلی را از پوشیدن لباس اسلامی هشدار می‌دهند و یادآور می‌شوند که این لباس بیگانه به فرهنگ و عرف و عادت‌های این مردم است. برمیگردیم به تاجیکستان. یک شرکت داخلی کشور در تلاش برای تشویق مردم به استفاده کمتری روغن نخل از خبرنگاران خواست مردم تاجیک را به استعمال شیر و روغن داخلی تشویق کنند. مقامات کمبینت شیر دوشنبه، بزرگترین تولید کننده محصولات شیری در پایتخت، روز 1 آگوست با تشکیل یک سفر خبرنگاران را با جریان استحصال محصولات خود آشنا کردند. خبرنگاران تاجیک را همچنین به فرم‌های چاروا پروری بردند که کارخانه را با شیر تامین می‌کند. رهبران کمبینت شیر دوشنبه می‌گویند در تاجیکستان استفاده از روغن وارداتی نخل بسیار زیاد شده است که هضم آن برای انسان مشکل است و برای صحتی نیز زیان دارد. طبیبان در ولایت ختلان و کسانی که بیماری دل دارند توصیه دادند در خانه بمانند، زیرا ممکن است در هوای گرم بیماریشان اوج بگیرد. در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان حرارت امروز از مرز 40 درجه گذشته است و زندگی و کار برای مردم و به خصوص کشاورزان ولایت را سخت کرده است. گزارشی را که حالا می‌بینیم همکارم آرزوی کریم از ناحیه دوستی جلیکولی سابق فرستاد. فاطمه و زهرا، خواهران 5 ساله، هر وقت دلشان خواست خود را از گرمای طاقت فرسای این تابستان و جوی پیشی خانهشان می زنند. خانه آنها در ناحیه دوستی در جنوب تاجیکستان است که حالا حرارت در آنجا به 40 درجه می رسد. ای سبب گرمی کودکو بسیار تری روزه در درون آب می گذارونند. ما باشیم از خانه ها بیرون نمی برایم یا که برایم در تک سایه ها دم گرفته می شید. هفته پیش حرارت در ولایت ختلان تا به 47 درجه می رسید و حالا پایین آمده است و نفسگیری هم اندکی برای ساکنان آسان تر شده است. مردم در اینجا مجبورند صبح بر وقت کار را سر کنند و تا ساعت 11 به انجام رسانده در خانه سلقین پناه برند. پیش هم گرمی هم سلقین گرمی شید خیلی دو بکنم در توخه نخرد. شما را نگو که گرمی طاقت فرسا نه تنها سبب اوج گرفتن بیماری های قلبی مردمی کلان سال در ختلان شده است، بلکه به پخته یک زراعتی مهمی ولایت و منبع درآمد صدها هزار نفر زیان رسانده است. در هر یک شاخشه یک تا دیتا شما پخته بیاید، همه این گله می شود، کورک می شود، حاصل می شود. زیاده ای ده خونزه سیدنیم حاصل نیست علاقه همین وقتا همین قمای ایسا مهنت کردیم خلصانده که ایسا حاصل ما بهترین در ولایت میشود. من هم یعنی چهار پنج گرمسه یکی اومد ای ایسا بگرمی همین خیلی برمی پولد و این درجه رسید. ختلان ولایتی اصلی پخته پرور و ولایتی گرمترین تاجیکستان است و در ایواج یک منطقه مرزی آن با افغانستان حرارت تا به مرز 50 درجه میرسد. ولی با وجود این مردم کشاورز که رزق و روزیشان را از زمین پیدا میکنند، بغیر از زحمت کشیدن در زیر نور هم معجزه آفر و هم طاقت فرسای آفتاب دیگر علاج ندارند. یگانه کسانی که از این گرمی نمیترسند و از آن لذت میبرند پسران نابالغند که ساعتهای دراز از آب بیرون نمیآیند. ترانه زکیه، آوازخوان جوان تاجیک فریدون خورشید، به زبان اسپانی به زودی وارد بازار می شود. فریدون این ترانه‌اش را در هم‌آوازی با ایساک ریال، یک آوازخوان از اسپانیا، اجرا کرده است. خود فریدون روز 1 آگوست در صحبت با خبرنگار رادیو زودی زرنگیز نوروزشاه گفت پیشنهاد همکاری در برنامه نو از جانب ایساک ریال صورت گرفت. در برابر خبری ثبت کلیپ نوتون، باز چی نوگونی ها است فریدون در فعالیت جدی شما؟ بغیر از این سرود من یک دو کلیپ دیگر با نوار گرفتم. ممکن موهای نزدیک
تایید شود، دسترس معلوم شود. باز برزم این قریب که یک آلبوم سرودهای نو برای مخلصای عزیز مهنت کردیم، زحمت کردیم. اینش انشاءالله نیت کنسرت داریم، همین سال خداوند میسر بگرداند در کنسرت خود سرودهای نو رو پیشکشی مخلصان عزیز میگردونیم. فریدون، من پوره از این کلیپ شما رو دیدم و معلوم است که اون در تاجیکستان ثبت نشده است. میگفتید که این کلیپ در کجا، در کدام شرایط و با چی مقدار مبلغ ثبت شد؟ در شهر تاشکند بنابار گرفته شد. شرایط وقتی ما کلیپمون بنابار میگیریم، اصلا شرایط تاشکند خوب است. هم کلیپ های خوب بنابار میگیرن، هم کار و فعالیت خوب میکنن. تشکر زیاد فریدون. فریدون خورشید بودند هم صحبت ما که در رابطه با کلیپ نو خود زکیه که در هم آوازی با ایساک یک آوازخوان اسپانی سروده شده است معلومات میدادند. جمع آوردن ظرف های پلاستیکی از کوچه و بازارها در دوشنبه یک شغل گروهی از کودکان شده است که تعطیلی تابستانه را کنار گذاشتند و با زحمت پرمشقت در تامین خانواده هایشان کمک میکنند. کارخانه هایی که ظرف های پلاستیکی را برای کارکرد دوباره جمع آورند میگویند بچه ها با این کار هم در حفظ محیط زیست دوشنبه سهم میگیرند، هم زندگی خود و خانواده شان را بهتر میکنند. پرتابی کاغذ و پلاستیک و پلاستماسا در خیابان‌های دوشنبه به منبع درآمد کودکان در فراغت تابستانه تبدیل شده است. احسان نازل‌شریف 12 ساله همراه با همسالانش هر روز از کوچه و خیابان‌ها در محله گیبرزمی دوشنبه پرتابی کاغذ و پلاستماسا و پلاستیک را جمع آورده می‌فروشند. در این محله انبار فعال است که کاغذ و پلاستماسا می‌خرد. ما این بقلشگو را قدی کچه جمع میکنیم که میوریم میسپوریم پرمو میتنو ای پلمو برای مکتب سر فرما میخریم در مکتب استفاده میبریم. خریداران اصلی این پرتاب ها صاحبان کارخانه های هستند که کاغذ و پلاستماسا را دوباره کار کرد و محصولات مورد استفاده تولید میکنند. این تیار میشود یشکوی وای پلاستماسی میوگیری انا ای کاغذ جمعیورم بو کاغذ ای کاغذ بوماگا تیار میشوا یا چکه تخم تیار میشوا انا ای سلفان بو سلفان تیار میشوا بو میبرن اطرابوت کش میکنن بو سلفان تیار میکنن. قبلا در دوشنبه شکایت میشد که ساکنان پرتاب خود را شبانه پنهانی حتی در کوچه و پشت منزل ها میپرتویند، اما حالا این پرتاب با یک منبع درآمد و تامین خانواده ها تبدیل شده است. هم قدای رو مصرو و امجا جمع میکنیم میریم ای بزرگ و جمع میکنیم میگیریم هر روز نمیم هم درو سه روز دیگم بر میویم. این خیلی زیرا وردم 15 سامان شد. خیلی نون میخریم بلا کمانده دیگم خانده دیگم چی میخریم. مسئولان محیط زیست از افزایش پرتاب های سونی مخصوصا پلاستیکا و پلاستماسا در کوچه و خیابان ها و مخصوصا رودخانه ها نگرانی جدی میکردند، زیرا این تعداد پرتاب ها در طبیعت هضم نمی شود. اما به نظر می رسد که با تاسیس نقطه های جمع‌آوری پرتاب های حداقل در جای های نمایان محل های زیست مشکل پرتاب پلاستماسا و پلاستیک حل خواهد شد. شامی دیروز در دهه اولمپی در شهر ریو دی ژانیرو پرچم تاجیکستان را برافروختند. مراسم برافروختن پرچم شامی 1 آگوست ساعت 6 به وقت محلی صورت گرفت و در آن 15 عضو هیئت اولمپی تاجیکستان شرکت کردند. در بازی‌های تابستانه اولمپی در برزیل که از روز 5 تا 21 آگوست ادامه می‌یابد 7 ورزشکار رقابت می‌کنند. کامرانشای استاپریان و محمد مراد عبدالرحمنوف در زیودو، انور یونسوف در مشتزنی، علیم قربانوف و انستاسیا تیورینا در شنواری در مسافه 5 متر، کریستینا پرنجنکو در دویدن و دلشاد نظرف در گرزندازی. و اخباری از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه دسترس کنید.